درود به همه فارسی زبانان جهان. در سال 1925 میلادی ویکتور لوسیک 6 تاجر آهن بزرگ فرانسوی رو به قرار خصوصی در هتل دکلریون دعوت میکنه که این مکان محل شناخته شده برای قرارهای دیپلماتیک و مهم بوده. در واقع هدف اون یک کلاهبرداری بزرگ بود. ایده اولیه این کلاهبرداری زمانی به سرش میزنه که در روزنامه خوند برج ایفل در جنگ دچار آسیب شده و نیازمند تعمیرات اساسی با هزینه بالاست. اون در جلسه به تاجران گفت فردی دولتیه و دولت به خاطر هزینه بالای نگهداری برج قصد فروش برج ایفل رو داره. همچنین از اونا تقاضا کرد تا مسئله رو مخفی نگه دارن. آندره پوسیون کم سابقه ترین در میان اون تاجرها بود. بنابراین لوسیک سعی میکرد تا هدف اصلی رو روی اون بذاره. پوسیون علارغم نارضایتی همسرش که مدام درباره محرمانه بودن پروژه و شتاب بیش از حد اون سوالاتی مطرح میکرد بیتوجه بود و به قرارهاش با لوسیک ادامه میداد. جالب اینجاست که لوسیک به کلاهبرداری از فروش برج ایفل اکتفا نمیکنه و با گفتن این موضوع که درآمد زندگی یک کارمند دولت برای زندگی کفاف نمیده از پوسیون تقاضای رشوه هم میکنه. در تمام این مدت پوسیون گویی چشم بر روی تمام مسائل بسته بود و فکر کسب شهرت و ثروت اون رو کاملا کور کرده بود. لوسیک پس از دریافت رشوه اون رو برنده مناقصه اعلام میکنه و پس از دریافت پول، برج و رشوه به سرعت همراه با منشی مخصوصش به وسیله یک قطار کاملا متواری میشه و کلن از دیدها محو میشه. این پوسیون بدبخت بیچاره بعد از گذشت مدتی متوجه کلاهبرداری میشه و این بار به اصرار همسرش به پلیس مراجعه میکنه و نام لوسیک تا ابد به عنوان فروشنده کلاهبردار برج ایفل ثبت میشه. اما پلیس از دستگیری اون باز میمونه و لوسیک به نقطه دور میگریزه. بعد از این موفقیت بزرگ لوسیک به خودش مغرور میشه. بنابراین تصمیم میگیره تا مجدداً برج ایفل رو بفروشه. این تا 10 بار این برج رو نمیفروخته بیخیال این برج نمیشده. برای تحقق این امر با خیال راحت به شهر پاریس برمیگرده و 6 تا تاجر دیگه بیچاره رو پیدا میکنه و جلسه هم باهاشون میذاره. این بار اما تاجران که خبر قبلی رو شنیده بودن به اون اعتماد نمیکنن و به پلیس اطلاع میدن. در نتیجه لوسیک بار دیگه از دست پلیس فرار میکنه. لوسیک کلاهبردار باهوشی بود که غرورش بیپایان بود و ترس هم براش معنا نداشت. جان ولینجر در سال 2013 مقاله‌ای درباره اون نوشت و ادعا کرد اون سر آل کاپون بزرگترین گنگستر اون زمان توی آمریکا رو هم کلا گذاشته. اون 50,000 دلار از آل کاپون قرض گرفت و 2 ماه بعد اون رو به اون برگردون. در نتیجه آل کاپون به خاطر خوشحسابیش 1,000 دلار به اون هدیه میده. بعدها پس از دستگیری اون در یکی از صندوق‌های اماناتش توی بانک 51,000 دلار جعلی کش شد که اصلا معلوم نبود داستانش چیه. سرانجام در سال 1935 میلادی ماموران فدرال به زحمت فراوون و کشیدن نقشه و همکاری ممتد و خیلی داستانهای دیگه تونستن لوسیک رو دستگیر کنن. اما فرارهای اون تمامی نداشت و تونست یه بار دیگه از دست پلیس فرار کنه. این بار اما آزادی فروشنده برج ایفل فقط 27 روز طول کشید. در دادگاه اون تمامی جرائم رو قبول کرد. حکم دادگاهش این بود که 20 سال بعد توی زندان آلکاتراز بگذرونه. البته عمر لوسیک کفاف دوران محکومیتش رو نمیده و در زندان بر اثر بیماری زاتوریه میمیره. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. در آخر ممنون میشم کانال رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنتاتونم باعث انرژی میشه. مرسی، ممنون و خداحافظ.